سلام، امیدوارم که خوب باشید. من عرضه هستم. توی ویدیو امروز میریم سراغ جدیدترین کنترلرهایی که سونی برای PS5 به بازار عرضه کرده تو دو رنگ جدید که تا به حال تو این رنگ ها عرضه نمیشده. با هم یه نگاهی به این کنترلرهای جدید میندازیم و میبینیم که رنگشون از نزدیک چجوریه و خارج از محیط عکس هایی که رو سایت سونی دیده میشه چه رنگی رو سونی برای این دوتا کنترلر جدید در نظر گرفته. پارسال همین موقع ها بود که سونی برای اولین بار از PS5 و کنترلر دوال سنسش رونمایی کرد و همه خیلی تعجب کردن که چرا سونی تصمیم گرفته از رنگ سفید و مشکی برای PS5 و کنترلرش استفاده کنه و در واقع رنگ اصلی و چیزی که از دور تو PS5 دیده میشه رنگ سفید بود، برخلاف همیشه که کنسولای سونی تقریبا رنگ مشکی رو داشتن و رنگای سفید معمولا نسخه‌های ویژه اونا بودن که بعدا به بازار میمدن، اما PS5 و کنترلرش رنگ اصلیشون سفید بود. حالا وسطشون یکم از مشکی استفاده شده بود، ولی در واقع رنگ اصلی که سونی توی طراحی PS5 استفاده کرده رنگ سفید بود و خب خیلی هم دوست داشتن که PS5 رو در رنگ مشکی داشته باشن. تا این لحظه خود PS5 تا حالا تو رنگ مشکی عرضه نشده. یه سری پلیت برای PS5 عرضه شده که میتونید اونها رو بخرید و حالا اون بخشای سفید PS5 رو باز کنید و از پلیت هایی که حالا مال خود سونی نیست استفاده کنید تا یه PS5 مشکی داشته باشید. اما در زمینه دوال سنس و در واقع هم کنترلر PS5، سونی حدود یک ماه پیش از دو رنگ جدید برای کنترلر دوال سنس PS5 رونمایی کرد، یه رنگ قرمز و مشکی و یک رنگ مشکی مات که به نظر من خیلی رنگای جذابی هستن و توی این ویدیو هر دوتا اینا رو آنباکس میکنیم و یه نگاهی به رنگ جدیدشون میندازیم. من به شخص خودم خیلی از این رنگ مشکیش خوشم اومده و دوست دارم از نزدیک ببینم. امیدوارم که به زودی خود سونی بیاد و کنسول PS5 رو هم تو رنگای دیگه جز این رنگ سفید عرضه کنه تا شاید یه طراحی جذابتری رو با رنگ جدید شاهدش باشیم. یه نکته‌ای که شاید لازم باشه بدونید اینه که کنترلر مشکی دوال سنس با همون قیمت کنترلر جداگونه سفیدش عرضه میشه و همون قیمت 69 دلاره، اما کنترلر قرمز رنگ 5 دلار گرون‌تره، حالا دلیلش رو نمیدونیم، و قیمتش 74 دلاره. در صورت اگه خواستید بخرید توجه داشته باشید که رنگ مشکی هم قیمت همون کنترلر سفیده و رنگ قرمزش 5 دلار گرون‌تره. به نظرم بریم سراغ آنباکسینگشون و اول از همه رنگ مشکیش رو باز کنیم. یه نگاهی بخوایم به دور جعبه بندازیم، خب چیز خاصی نداره. روی جعبه طرح این رنگ از کنترلر رو می‌بینیم و پشت جعبه هم سری از قابلیت‌های این کنترلر نشون داده شده. اطرافش هم محتویات جعبه نوشته شده و این سمتش هم نوشته که با پلی‌استیشن 5 سازگاره. نکته دیگه‌ای نداره و باید این چسبش رو با چاقو باز کنیم. جعبه رو که باز کنید یه جعبه دیگه داخل این جعبه قرار داره که خود کنترلر داخل این قرار گرفته. یه ذره باز کردن جعبهش سخته و بعد باز کردن چیزی توی جعبه نیست جز یه کنترلر و یه سری دفترچه راهنما که نکته خاصی احتمالاً نداره و خود کنترلر توی این مشمع قرار گرفته و این هم دوال سنس مشکی رنگ PS5. به نظر من که خیلی جذابه و میتونید ببینید رنگش رو، مشکی ماته، کلش مشکیه، تیکه وسط و اطرافش تماما مشکیه، پشتش اون ریزکاری هایی که علامت های زبدر و دایره مربع مثلث پلی‌استیشن هست توی این رنگ هم همچنان دیده میشه و خب دکمه پلی‌استیشن بر روشن کردن وسطشه و جویستیک ها رو داره و همون مثل کنترلر معمولی دوال سنس، صرفا یه رنگ جدید و خیلی جذابی داره به نظر من که میتونید توی تصویر رنگش رو ببینید. اما بعد از اینکه دوال سنس مشکی رو دیدیم بریم سراغ دوال سنس قرمز. این هم مثل همون مشکی و رنگ سفیدش روی جعبه طرحی از این رنگ کنترلر رو نشون دادن و پشتش هم قابلیت های کنترلر، اطراف جعبه مثل همون و یه چسب اینجاش قرار داره که باید این چسب رو با چاقو باز کنیم تا ببینیم داخل جعبه چه خبره. مثل جعبه مدل مشکی رنگ و حتی سفید رنگ داخل این تیک مقوا ما یه جعبه اصلی داریم که کنترلر داخل این قرار گرفته، داخل این پلاستیک. باز یه سری دفترچه، من جعبه رو میذارم کنار و ببینیم که خود کنترلر چه رنگیه و به نظر که خیلی جذاب میاد. میتونید ببینیدش، رنگ قرمزه، یه جورایی رنگ آلبالویی شاید بشه گفت و ترکیبش با رنگ مشکی که به نظر من خیلی جذابش کرده. حالا نمیدونم در طولانی مدت تغییر رنگ میده یا نه، اما همونطور که میبینید همه دکمه ها خیلی قشنگن و پشتش هم باز مثل همه کنترلرهای دوال سنس اون نشانهای پلی استیشن خیلی ریز روش حک شده و به نظر من خیلی رنگ جذاب و قشنگیه. ولی میگم تنها نگرانیم راجبش اینه که توی دراز مدت شاید تغییر رنگ بده
اما الان که خیلی خوشگله. این کنترلرهای دوال سنس کاملا مشابه همون کنترلر دوال سنس سفید رنگن، صرفا رنگ جدیدی دارن و اینکه خب مدل قرمزش هم $5 گرونتره. بازم میگم نمیدونم چرا، ولی به هر حال سونی تصمیم گرفته که مدل قرمزش رو $5 گرونتر بفروشه. مدل مشکی و سفیدش هم همون قیمت $69.99 و همشون با USB-C شارژ میشن. یه نکته ای که باید توجه کنید اینه که داخل جعبه کنترلرهای اضافه هیچ کابلی نمیاد و سونی میگه که باید از کابلی که توی جعبه پلی‌استیشن 5 بهتون بوده برای شارژ کنترلرها استفاده کنید و اینکه هیچ کابل جدایی بهتون نمیده، که یکم عجیبه. اما به هر حال اگه میخواید کنترلر PS5 رو بخرید، باید در نظر داشته باشید که هیچ کابل USB-C برای شارژ کردنش همراهش توی جعبش نیست. این بود آنباکسینگ و یه نگاه سریع به رنگ‌های جدید کنترلر دوالسنس PS5، رنگ جدید مشکی و رنگ جدید قرمز. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. توی این ویدیو ما قصد بررسی اینها رو نداشتیم، صرفاً می‌خواستم رنگ‌های جدید رو بهتون نشون بدم، از نزدیک با هم ببینیم که سونی از چه رنگ‌هایی برای این کنترلرهای جدید استفاده کرده. همینطور احتمالاً متوجه شدید من نور اضافه کردم و الان نور خیلی بهتری داریم توی ویدیوها. از این به بعد از این نور استفاده می‌کنم و سعی می‌کنم ویدیو به ویدیو یه چیزی رو بهتر کنم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. توی کامنت‌ها برای من بنویسید که دوست دارید چه گجتی یا چه چیزی رو براتون آنباکس کنم یا بررسی کنم و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. فعلا از خودتون مراقبت کنید و خدافظ.